جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در حاشیه نشست آسان موضوع هک شدن ایمیل کمیته ملی دموکرات‌ها را که اتهام آن متوجه روسیه شده است با همتای روس خود در میان گذارده است. جنجال فاش شدن ایمیل های کمیته ملی دموکرات‌ها توسط ویکی‌لیکس در آغاز کنوانسیون انتخاباتی آنها منجر به استعفای رئیس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا شد. گزارشی از شهلا آراسته. همزمان با سوءزنها و اتهامات در مورد روسیه به عنوان مسئول هک شدن ایمیل های حزب دموکرات، جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات داشت. پس از این ملاقات خبرنگاران در یک کنفرانس خبری از جان کری پرسیدند آیا در این ملاقات در مورد هک کردن ایمیل ها از سرگئی لاوروف سوال کرده؟ آقای کری صحبت در این مورد را با همتای روس خود تایید کرد ولی از ارائه جزئیات خودداری کرد. As you know, the FBI is investigating the incident. همانطور که می‌دانید FBI درباره این موضوع در حال تحقیق است و پیش از نتیجه گیری از اینکه چه شد و چه کسی مسئول آن بوده، مهم است FBI کارش را انجام بدهد و بسیار مهم است که هر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار داده می شود بر مبنای حقیقت باشد. بنابراین من این سوال را مطرح کردم و به کار برای روشن شدن حقیقت ادامه می دهم. خبرنگاران واکنش وزیر خارجه روسیه را هم پیش از گفتگوی او با جان کری در مورد اتهامات آمریکا علیه روسیه مبنی بر هک کردن سیستم ایمیل های حزب دموکرات جویا شدند. آقای لاوروف که در شرایط ناجوری قرار گرفته بود این اتهامات را انکار نکرد ولی با واکنش عصبی این جمله را گفت: خب نمیخواهم آن کلمه ی نگفتنی را در این مورد به کار ببرم. این پیچ و خم جریان ایمیل های حزب دموکرات 24 ساعت پس از آن است که دبی واسرمن شولتز رئیس حزب دموکرات به دلیل فاش شدن دخالت حزبی به نفع هیلری کلینتون ناچار به استعفا شد و کمپین انتخاباتی خانم کلینتون دوشنبه کوشید اتحاد حزبی را به رغم خشم طرفداران برنی ساندرز به نمایش بگذارد. مقامات شرکت امنیت سایبری کراود استرایک ماه گذشته گفت هکرهای مرتبط با دولت روسیه به سرورهای حزب دموکرات دسترسی پیدا کردند و سه روز پیش از آغاز کنوانسیون دموکرات‌ها 20,000 ایمیل و مدارک داخلی آنها را در ویکی‌لیک منتشر کردند. آدم شریف نماینده دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان گفت بازیگران خارجی سعی دارند در انتخابات ما نفوذ کنند چه برسد به یک دشمن قدرتمند مانند روسیه. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.